سلام، این یک دستگاه LCR متر هست، مدل 2170. میخوام یک آزمایش براتون انجام بدم. میخوام یک سیم رو تبدیل به سلف کنم و تغییرات رو در اون به کمک LCR متر ببینیم. ببینیم که وقتی پیچش تغییر میکنه و یا وقتی هسته وارد میشه، آیا مقدار سلف تغییر میکنه؟ قبل از اون یک توضیح مختصر در رابطه با دستگاه بدم. این دکمه پاور هست. من دارم از آداپتور استفاده میکنم ولی باتری هم میخوره. وقتی دستگاه روشن میشه به حالت خودکار روی آتو LCR هست. یعنی خودش تشخیص میده. از این گیره ها داره. الیگیتور کلیپ. دوتا داره. در اینجا یک کارتی داره روش نوشته اوپن. وقتی میخواییم از این کلیپ ها استفاده کنیم این کارت رو باید در اینجا قرار بدیم. یه کارت دیگه داره به اسم شورت، برای کالیبری کردن هست. من فعلا میخوام از دستگاه استفاده کنم و از کارت اوپن رو اینجا قرار میدم. دکمه هایی که در اینجا قرار گرفته شبیه LCR مترهای دیگه هست. این دکمه نوره. دکمه کال رو داره، ستاپ رو داره، ریلیتیو رو داره، فرکانس و سایر دکمه ها. اگر با LCR متر کار کردید تقریبا دکمه های این مشابه سایر LCR متر هست. من اول میخوام یک سلف رو با این اندازه بگیرم. هم میتونم در حالت آتو وایسم، هم میتونم رو دکمه فانکشن بزنم. به اینجا دقت کنید. خازن، مقاومت، DCR، مقاومت DC و دوباره برگشت رو حالت سلف. در اینجا نوشته LP، نوشته پارالل یا موازی، که در اینجا دکمش هست، سیریز یا پارالل. من حالت موازی رو انتخاب کردم. یک سلف شبیه این رو انتخاب میکنم. خوبی اینه که عایقه. در اندازه گیری سلف نباید سلف رو لمس کنیم و هیچ قطعه فلزی هم نباید اطرافش باشه. خب من الیگیتور کلیپ رو نصب میکنم. ببینیم چی به ما نشون میده. 54.5 میکروهنری. این در حالت آتو LCR بود. پس من نمیتونم از دکمه دیسیپیشن، کوالیتی فاکتور و ESR استفاده کنم. روش میزنم. دو بار بوق میزنه. یعنی میگه در دسترس نیست. پس دوباره دکمه فانکشن میزنم. الان حالت LCR برداشته شد. مقادیر رو داره نشون میده و در اینجا نوشته LS. خب حالا مهم اینه که تو چه فرکانسی داره اندازه گیری میکنه. این فرکانس 1 کیلوهرتز است. پس اگر دکمه فرکانس بزنم شد 10 کیلوهرتز. 54.35. یه بار دیگه میزنم شد 100 کیلوهرتز. یه بار دیگه شد 100 هرتز. یه بار دیگه شد 120 هرتز. پس چند تا فرکانس مختلف رو به ما میده. غالبا سلف ها رو تو فرکانس بالا چک میکنیم، ولی به نظر من سلف رو باید با فرکانسی شبیه فرکانسی که تو مدار هست چک کرد. به نظر من این روش درست تر. حالا در فرکانس 120 هرتز هستم. رو دکمه DQESR میزنم. پس میشه مقاومت سری معادل. یه بار دیگه روش میزنم. در اینجا به ما نماد تتا رو میده. همون فیز انگل یا زاویه فاز هستش. یکی دیگه روش میزنم. در اینجا دی رو به ما نشون داد. دیسیپیشن یا تلفات. یکی دیگه میزنم. این کوالیتی فاکتوره. و اینم ESR. که در واحد اوم هستش. حالا میخوایم یک سلف رو بسازیم. ما میدونیم اگر یک سیم رو به حالت پیچش در بیاریم خاصیت سلفی ایجاد میشه. خب ما الان یک سلف داریم. قطر سلف، تعداد پیچش و ضخامت سیم مهمه. این سلف هسته نداره، یعنی هسته هوا هست. در حالت آتو هستم به حالت سلف. نوشت 1 میکروهنری. حالا من میخوام یک هسته بهش اضافه کنم. در واقع میخوایم یک سلف بسازیم و مقدارش رو به دست بیاریم. کجا استفاده داره؟
بینندگانی که مادربورد تعمیر میکنن، رسیور یا گیرنده‌های دیجیتال تعمیر میکنن، این سلف‌ها خیلی مهمن. حالا میخوام یک هسته وارد این کنم. پس مگر این پنس رو که از جنس آهن هست، فریت نیست، واردش بکنم، بخش کوچکی وارد سلف شده. هنوز یک میکروهنری هست. کمی صبر میکنم. حالا این پنس رو به طور کامل در سلف قرار میدم. توجه کنید، 2 میکروهنری. حالا میخوام پیچش رو کم کنم. خب دقت کنید، حدود 3 حلقه رو باز کردم و پنس رو هم تا انتهای سلف قرار دادم. دوباره تبدیل شد به 1 میکروهنری. حالا پنس رو خارج میکنم. خب الان شد 0.7 میکروهنری. پس الان متوجه شدیم تعداد پیچش، قطر سلف و وجود هسته روی میزان سلف تأثیر گذاره. من تمامی آزمایشات رو روی فرکانس 1 کیلوهرتز انجام دادم، در حالی که فرکانس برای تست سلف باید بالا باشه. پس فرکانس رو میبرم بالا، 10 کیلو، 100 کیلوهرتز. مقدار رو میبینید. حالا دوباره میخوام هسته رو وارد کنم، هسته آهنی. شد 974. حالا دوباره هسته رو خارج میکنم. ۷۷۷۰۰۰. خب این دستگاه فقط سلف رو اندازه نمیگیره، میتونه خازن و مقاومت رو هم اندازه بگیره. این یک مقاومت 100 اوم هست. رو دکمه فانکشن میزنم، میزان مقاومت رو نشون داد، 99.44 تو فرکانس 100 هرتز. فرکانس رو تغییر میدم، 120 هرتز، 99.37 فرکانس 1 کیلوهرتز، 99.47 10 کیلوهرتز، 99.47 فرکانس 100 کیلوهرتز، 99.43. پس این مقاومت تو فرکانس های مختلف داره به خوبی عمل میکنه. این دستگاه گزینه های زیادی داره. اگر تمایل دارید که من گزینه هاشو براتون شرح بدم، لطفا توی کامنت برام بنویسید. البته خودم سعی میکنم که تو ویدیوهای بعدی از این دستگاه استفاده کنم. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.